فرق بین سنسور اکسیژن اول و دوم رو میدونی چیه و وظیفه هر کدومشون چیه و چطوری میشه با دستگاه دیاگ ابیابیشون کرد. پس اگه میخوای سر از کار این سنسور در بیاری، این پست کاربردی رو تا آخرش ببین. قبل از اینکه شروع کنم، اگه تازه با پیج ما آشنا شدی، حتما ما رو دنبال کن، چون کلی پست کاربردی داریم که مطمئنم به دردت میخوره. و اگه جزو فالوورامون هستی، ممنون میشم مثل همیشه با لایک و کامنتت بهمون انرژی بدی. پس اگه آماده ای، برو که بریم. سنسور اکسیژن یکی از مهمترین قطعات موتور محسوب میشه و در خودروهای جدیدی که میخوان استاندارد آلایندگی بالاتری رو پاس کنن، از دو تا سنسور اکسیژن استفاده میکنن. به طور کلی این سنسور میزان اکسیژن موجود در دودهای خروجی رو اندازه‌گیری میکنه و به ECU کمک میکنه که بهترین عملکرد موتور رو در شرایط مختلف رانندگی ایجاد کنه. اون سنسوری که قبل از کاتالیسته میشه سنسور اکسیژن اول که روی نسبت هوا به سوختی که ECU تنظیم میکنه تأثیر مستقیم میذاره، و اون سنسور اکسیژنی که بعد از کاتالیست قرار میگیره میشه سنسور اکسیژن دوم که عملکرد کاتالیست رو بررسی میکنه. بهترین احتراق در موتورهای بنزینی زمانی اتفاق میفته که توی مخلوط سوخت و هوا به ازای هر 4-7 مولکول اکسیژن یک مولکول بنزین وجود داشته باشه که به این نسبت استوئیکیومتری یا لاندا 1 گفته میشه. به همین دلیل به سنسور اکسیژن سنسور لاندا یا لامدا هم میگن. حالا بریم ببینیم سنسور اکسیژن چجوری کار میکنه. خب تو این تصویر سنسور اکسیژن رو به صورت برش خورده میبینید که از قطعات مختلفی تشکیل شده. در قسمت جلو یا نوک سنسور و در زیر بخش توری مانند قطعه حسگر سنسور قرار داره. این سنسور برای اینکه بتونه عمل کنه باید دماش تا حد مناسبی بالا بره. برای اینکه سنسور به سرعت بتونه به دمای عملکردی مناسب خودش برسه، از یک هیتر یا همون گرم کن در مرکز قطعه حسگر استفاده میشه. خب همونطور که میبینید مولکول‌های هوای آزاد از پشت سنسور وارد میشن و داخل قطعه حسگر قرار میگیرن و از طرف دیگه نوک سنسور هم در معرض دودهای خروجی قرار گرفته. یعنی قطعه حسگر در دو طرفش اکسیژن وجود داره، یک طرف که هوای آزاده و همیشه تقریبا به یک اندازه مشخص اکسیژن وجود داره، و طرف دیگرش مسیر دودهای خروجیه که میزان اکسیژنش دائما در حال تغییره. در واقع ماهیت قطعه حسگر اینجوریه که با ایجاد اختلاف اکسیژنی که بین دو طرفش میفته میتونه برق تولید کنه و ولتاژی بین 0.1 تا 0.9 ولت رو تولید میکنه. وقتی که مخلوط سوخت و هوا غنیه، میزان اکسیژن موجود در دودهای خروجی کمه و اختلاف اکسیژن بین دو سمت حسگر سنسور خیلی زیاده. به همین دلیل سنسور اکسیژن ولتاژی نزدیک به 0.9 ولت رو تولید میکنه. و وقتی که مخلوط سوخت هوا رقیق باشه، میزان اکسیژن موجود در دودهای خروجی زیاده و به همین دلیل اختلاف اکسیژن بین دو طرف حسگر کمه و سنسور ولتاژی در حدود 0.1 ولت رو تولید میکنه. اگه توی دستگاه دیاگ پارامتر سنسور اکسیژن اول توی محدوده 0.1 تا 0.9 ولت دائما تغییر نکرد و روی عدد 45 صدم ثابت قرار داشت، نشون میده که سنسور اکسیژن اول خراب شده یا قطعی در سیم کشی این سنسور وجود داره. اما پارامتر سنسور اکسیژن دوم تقریبا ثابته و توی محدوده خیلی کوچیکی نوسان میکنه. حالا اگه تغییرات پارامتر سنسور اکسیژن دوم تقریبا مثل سنسور اکسیژن اول باشه، نشون میده که کاتالیست خرابه و درست کار نمیکنه.